Kimmy? I'm here. What time is it? It's 7:26 a.m. Pacific Daylight Time. Kimmy? I'm here. Open yesterday's stream on desktop. یک دستگاه الکترونیک مبتنی بر هوش مصنوعی به نام تجاری کیمی قراره به عنوان دستیار به آدم‌ها کمک کنه. عنوان فیلم از نام همین دستگاه گرفته شده. با همین مقدمه مختصر میشه حد زد با فیلمی از جنس فناوری طرفیم. فیلم‌های حوزه دیجیتال و فناوری عمدتاً بر آینده محتمل متمرکز بوده و سیطره جهان دیجیتال رو بر زندگی انسان‌ها نشون میدن. اما در فیلم کیمی سودربرگ سراغ آینده نرفته، بلکه آینده رو در زمان حال جستجو میکنه. زمان حالی که اگرچه تا حدی لاکچری و لوکس به نظر میرسه، ولی برای طیف وسیعی از مخاطبان قابل فهم و درکه. در اینجا تخیل و یا نگاه های پیشگویانه وجود نداره. فیلم داستان دختری رو روایت میکنه که شرایط ناخوشایندی رو تجربه کرده و مورد تعرض قرار گرفته. I understand that you have taken some mental health leave in the past. It's just to say that I understand that You understand what? این آسیب دیدگی روحی و روانی باعث اجتماع گریزی دخترک شده و همگیری کرونا نیز این گوشه‌گیری رو تشدید کرده. او تمام وقتش رو در آپارتمان میگذرونه و از طریق دنیای مجازی نیازهای خودش رو تا حد امکان رفع و رجوع میکنه. سودبرگ از بحران کووید 19 برای نشانه گذاری زمان و تأکید بر اینکه وقایع داستان در زمان حال اتفاق میفته استفاده کرده. همه‌گیری و پاندمی کرونا باعث شده طیف وسیعی از آدم‌ها زندگی قرنطینه رو به زندگی اجتماعی ترجیح بدن. این فقط دخترک فیلم سودربرگ نیست که مورد تعرض و تجاوز قرار گرفته، بلکه این بار زندگی همه انسان‌های کره خاکی مورد تجاوز پدیده‌ای به نام کرونا قرار گرفته. برون هراسی و اجتماع گریزی صرفاً یکی از عوارض پاندمی کرونا است که سودربرگ در بافت فیلم و فیلمنامه‌اش به خوبی از اون استفاده کرده. تأثیر عمیق بحران کووید 19 بر زندگی انسان‌ها احتمالاً باعث میشه در سالیان آینده هنرمندان بسیاری در ارتباط با این موضوع و یا در حاشیه اون اقدام به خلق اثر کنند. سودبرگ یک دهه پیش از این و در سال 2011 میلادی با ساخت فیلم شیوع شرایطی کم و بیش مشابه با دوران کرونا را به تصویر کشیده بود. فیلمی که اگرچه در زمان خودش چندان مورد توجه قرار نگرفت، ولی تقارن و تشابه اتفاقات فیلم با دنیای واقعی در یک دهه بعد باعث شد فیلم جایگاه واقعی خودش رو پیدا کنه. فیلم کیمی در صحنه‌هایی به ویژه اونجا که دخترک از طریق پنجره به زندگی همسایه‌ها سرک می‌کشه، به لحاظ بصری یادآور فیلم پنجره عقبی آلفرد هیچکاکه. اگه جیمز سوارت فیلم پنجره عقبی از طریق دوربینش به حریم خصوصی دیگران سرک می‌کشید، حالا در عصر فراگیری فناوری عملاً حریم خصوصی چندانی وجود نداره. الگوریتم‌های هوش مصنوعی با دقت بسیار بالایی زاغه و سلیقه آدم‌ها رو شناسایی می‌کنند. شرکتی که دخترک در اون کار می‌کنه از طریق همین هوش مصنوعی بر همه حالات و روحیات و سلایق و علایق اون اشراف کامل داره. حتی اسکن شبکی چشم اون رو بدون اطلاع خودش در اختیار داره. I never gave you guys a retinal scan. Hello? همسایه‌ای که ماننده خود او بیشتر وقتش رو در منزل میگذرونه، با یک سرچ ساده در مورد زندگی اون همه اطلاعات رو از زندگیش داره. حتی خود او شغلش اینه که باگ‌ها و ارورهای دستگاه الکترونیک کیمی رو از طریق گوش سپردن به مکالمات خصوصی دیگران کشف کنه. موضوعی که از سوی مدیر عامل به عنوان یک مزیت رقابتی نسبت به محصولات دیگه عنوان میشه. کمرنگ شدن مرزهای حریم خصوصی در تمام ابعاد
از کلید واژه های درک فیلم سودربرگ، فیلمی که با ایده های خوبی شروع میشه ولی با نزدیک شدن به فصول پایانی تا حد زیادی حال و هوای اکشن به خودش میگیره. برای تبدیل شدن دختری گوشه‌گیر و هراسان از همه چیز و همه کس به قهرمانی از جنس فیلم های اکشن به هیچ وجه در فیلم زمینه سازی نمیشه و توجیه لازم صورت نمیگیره و این یکی از نقاط ضعف اساسی فیلم محسوب میشه. احتمالاً ضعف در قصه گویی در فصول پایانی فیلم باعث شده فیلم نقد و ریویو های چندان مثبتی دریافت نکنه. فیلمی که بسیار خوش استقبال ولی بدرقه است. بیرون کشیدن و کشف یک جنایت از طریق گوش دادن به مکالمات خصوصی دیگران، فیلم نخل طلایی مکالمه به کارگردانی فرانسیس فورد کاپولا رو یادآوری میکنه. نقد این فیلم از طریق لینک بالای همین صفحه در دسترسه. ما رو سابسکرایب کنید و با دوستانتون به اشتراک بگذارید. آیکون زنگوله رو هم فعال کنید تا از ویدیوهای جدید ما در حوزه فیلم و سینما مطلع بشید. سپاس از همراهیتان.